اقتصاد وابسته افغانستان و ناقوس خطر کاهش 50% کمک‌های آمریکا. کنگرس آمریکا کمک‌های غیر نظامی به افغانستان را 50% کاهش داد. دختری که مرگ خود را در لبنان پیش بینی کرد. سلام و وقت شما بخیر. به فراخبر با من یماسیا وش خوش آمدید. کنگرس آمریکا کمک های غیر نظامی آمریکا به افغانستان را 50% کاهش داد. کنگرس آمریکا در سال مالی 2014 $1.12 میلیارد کمک های مالی به افغانستان را تصویب کرد که 50% کاهش را نسبت به سال گذشته نشان میداد. نهادهای آمریکایی برای سال 2014 $2.19 میلیارد درخواست نموده بودند. اندریو ولدر مدیر برنامه های افغانستان و پاکستان در انستیتوت صلح گفت همه انتظار کاهش این کمک ها را داشتند، اما هیچ کس انتظار نداشت این کاهش 50% باشد. این کار یک سابقه خطرناک را که شاید به سختی در سالهای آینده بتوان آن را رفع کرد ایجاد می کند. کاهش شدید کمک ها ظاهراً برخواسته از ناامیدی کانگریس از مدیریت دولت، اداره کمک های بین المللی آمریکا و حکومت افغانستان است. در این میان کشیدگی امضا نشدن پیمان امنیتی از سوی رئیس جمهور کرزی نیز بر کم توجهی مقامات آمریکایی در مورد افغانستان افزوده است. ولدر گفته تدوین کنندگان مشی سیاسی آمریکا باید محتاط باشند که به دلیل ناامیدی از رئیس جمهور افغانستان مردم افغانستان را مجازات نکنند و یا علایق راهبرد آمریکا در افغانستان را به تحلیل نبرند، زیرا قرار است در مدتی کمتر از 3 ماه دیگر او در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنار برود. در حالی که اقتصاد افغانستان به شدت وابسته به کمک‌های خارجی است، کاهش 50% کمک‌های غیر نظامی آمریکا چه تأثیری در اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؟ عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان و امین فرهنگ تحلیلگر مسائل اقتصادی برای بحث بیشتر با ما هستند. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. آقای فرهنگ، چه تأثیری دارد این کاهش 50% بر اقتصاد افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دار سلام به شما و تمام بینندگان محترم. ببینین، ما انکشاف ما، تمویل انکشاف ما و بازسازی ما متاسفانه وابسته به کمک‌های خارجی است و در صدر کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا و بعدا ژاپن و آلمان و اینا قرار می‌گیرند. اینا وقتی که کانگرس آمریکا که مقام با صلاحیت برای تصویب کمک‌ها است، ببخشید، اگر اینطور یک فیصله میکنند که کمک های ایالات متحده امریکا را برای سال دیگه 50% کاهش میده، این معنای زیر میده که به پیمانه 50% ما از ایجاد یا معمار زیربناهایی که بیشتر امریکایی ها در اون قسمت نظامی رو کنار میگذاریم در مسائل اقتصادی و ملکی که بیشتر زیادترین فعالیت زمین بخش داشتن، ایره 50% کاهش میتن و 50% کاهش از این شان دهنده عزیز که بالای تمام مسائل اقتصادی افغانستان من جمله آهنگ رشد اقتصادی افغانستان در سالهای آینده اثرات خود میندازه. چرا اگر یک وقفه خدای ناخواسته عملی میشه، یک وقفه برای یک سال هم بیایه و پروژه به عقب بیفته، میتونه که ای برای سالهای دیگه ولو که پول زیاد شوه اثرات ناگوار ازی باقی مانه و آهنگ رشد اقتصادی رو از مو نظم اصلی خود بیرون بکشه. چرا آهنگ رشد اقتصادی باید سال به سال بلند بره بر ازی که فقر زدایی شوه، فقر زدایی و عوضش ایجاد رفاهیت شوه. ای اثر بسیار ناگوار داره بالای مسائل افغانستان. و اثر بدگی هم یک اشاره داده شده در راپور که کمک کوشش میشه که از پولهای خرج ناشده سال 2013 بتوانند که 1.1 میلیارد را پس تکافو کنند. این خودش سوال برانگیز است. چرا از سال 2013 1.1 میلیارد که برای افغانستان تخصیص داده شده بود به مصرف نرسیده که حال جبیره کنه؟ خب البته اون گزارش های سیگار هم روی میز هست که میلیون ها دلار آمریکا را گفتن در افغانستان ضایع شده بازرس آمریکا. امیر میخواستم بگویم که او خودش نشان دهنده همین است که در افغانستان مثل که سیگار گفته و دیگر خود ما افغان ها و دیگر تمام و با چشم سر ملاحظه میکنیم هر روز که تا کدام اندازه این کمک ها در عین زمان سوء استفاده صورت میگیره و یک بخش عمده و اساسی فساد اداری در افغانستان اینمی چیزا تشکیل میده. یعنی اگر میخواین که باز موضوعات بعد از اینکه قرارداد امضا میشه که میکن دارم که امضا میشه و زحمت جدید میه، تمام این پاکت باید اصلاح شود. یک بخش زیر اصلاح کردن هیچ فایده نداره، در کلش تجدید نظر شود، سر از نو تنظیم
دهی شود و هماهنگی بین داخل و خارج صورت بگیره تا از این کمک ها استفاده از امریکا بتانیم. نکته دیگه بسیار مهمی که است که اگر کانگرس ایالات متحده امریکا این عمل خود را انجام میده و 50% پایین میاره، فراموش نکنید که تمام کشورهایی که پتانسیل یا قوه کمک به افغانستان دارند، اونا هم با پیروی از روش ایالات متحده امریکا در کمک های خود تجدید نظر میکنند، چنانچه مطلب از وامدارشان بارها گفتند، من جمله خانم مرکل از ایالات متحده امریکا، از آلمان و به صورت غیر مستقیم حتی ژاپنیا و کره ای هم که از جمله کشورهایی هستند که کمک های زیاد به افغانستان میکنند، اونا هم به صورت غیر مستقیم موضوع را بیان گفتند. آقای رحمانی، فکر میکنید چه چیز سبب شده که کنگره آمریکا این گونه یک تصمیمی را که حالا هیچ کس انتظار نداشته به قول آقای ویلدر بگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و جناب آقای فرهنگ، جناب عزیز و بینندگان خوب طلوع نیوز. تصور و باور می است که شاید قضیه هم علل اقتصادی دارد، چون در مجموع وقتی شما میبینید آمریکا با یک کسری تقریبا 600 میلیارد دلاری در اقتصاد خود، در بودجه خود روبرو بوده و دولت مردا و سیاست گذارای آمریکا مثلا کنگره به این نتیجه رسیدن که با کاهش بخشی از کمک هایی که آمریکا به افغانستان میکنه و شاید این کمک ها رو ما کاهش در سایر نقاط جهان هم شاهد باشیم، در مصر و شاید در اسرائیل که بیشترین کمک ها رو اونا از آمریکا دریافت میکنن و در سایر نقاط جهان، شاید بخشی از قضیه علل معطوف به داخل جامعه آمریکا و نرخ پایین رشد اقتصادی و یا به معنای دیگه در واقع کاهش آهنگ رشد اقتصادی آمریکا که در نتیجه همین جنگ ها بوده، بخشش هم احتمال بسیار زیاد میره که برگرده به رابطه ایالات متحده آمریکا، دولت آمریکا و دولت افغانستان. شما میبینید که در طی تقریبا 3-4 سال گذشته رفتار حاکمیت و مخصوصا شخص ریاست محترم جمهوری آقای حامد کرزی با قدرت اول جهان یعنی سوپر پاور جهان ایالات متحده آمریکا یک رابطه تحقیرآمیز و توأم با نارضایتی بوده و گاهی این رابطه به گونه تند و خشن شده که خارج شده از ادبیات که معمول و متعارف در حوزه روابط بین الملل و بیشتر نزدیک شده به ادبیات عمدتاً حتی میتونیم بگیم بازاری و عامیانه. بنابراین من فکر میکنم که بخش از این قضیه یعنی کاهش کمک‌های آمریکا در حوزه غیر نظامی مربوط میشه به عمدتاً رابطه نامساعدی که میان ایالات متحده آمریکا و دولت آقای رئیس جمهور کرزی بوده. فکر میکنم همین دو علت میتونیم به عنوان علل تصمیم گیری کنگره آمریکا در کاهش 50% کمکشان، کمک مخصوصا غیر نظامیشان به افغانستان تلقی شود. یعنی این میتونه به عنوان یک کم توجهی شدید آمریکایی ها به مسئله افغانستان هم باشد؟ واقعی قضیه است که بخشی از سیاستمدارهایی که در داخل امریکا بودن، چی در اردو و چی در وزارت خارجه و در داخل امریکا، اونا معتقد هستند که امروز وضعیت مخالفت با حضور نظامی آمریکا و کمک‌های آمریکا در داخل جامعه آمریکا نسبت به افغانستان بیشتر میشه. یعنی طرفداران خروج و طرفداران این که میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان باید به نوعی یک رابطه جدیدتری تعریف شود، رابطه حاکی از یک نوع به هر حال خلاص کردن و نجات دادن ایالات متحده از افغانستان و از شر از کشور، او چیزی که اونا عنوان میکنن عمدتا همی است که آمریکایی‌ها خیلی دیگر سیاستمدارایشون مخصوصا کنگره مخالفتشان بیش و بیشتر میشه. آدم میتونه حدس بزنه که این یک نوع یک ایجاد یک شکاف عمیق تری میان دولت اوباما و دولت رئیس جمهور کرزی و میتونه حتی بگه که چون این تصمیم گیری در کنگره آمریکا راجع به کاهش 50% کمک‌های غیر نظامیشان به افغانستان میتونه که تأثیر مستقیم از نوع رابطه را داره که رئیس جمهور در طی 4 سال گذشته با ایالات متحده آمریکا داشته، رابطه‌ای که به صورت نامتعارف خشن و خشن‌تر میشه و کار به جای میرسه که بحث احتمال خروج کامل آمریکایی‌ها مطرح میشه و بعد از او ما شما میبینید که در طی یک دو ماه
گذشته شما سیاستمدار آمریکا در اظهاراتشان همیشه عنوان کردند که در صورتی که ما خارج شویم از افغانستان دیگه کمک های غیر نظامی هم خیلی در کار نخواهد بود، غیر از بحث کمک های بشر دوستانه. یعنی کمک های غیر نظامی یک زنگ خطری هم مطرح باشه مطمئنن برای اون مثلا مطمئنن. آقای فرهنگ، در درون که آقای کرزی تمایل چندانی نشان ندادن برای امضای پیمان امنیتی و کنار آمدن با آمریکا، آقای کرزی چه بدیلی دارن برای این کمک های میلیارد دلاری آمریکا؟ آیا دولت افغانستان تدبیر داره برای اینکه اگر این کمک ها متوقف میشه چه خواهد کرد؟ من فکر نمی کنم برای ازی که در داخل دستگاه حکومتی آقای کرزی اختلاف نظر در باره موجود است. مثلا وزیر مالی افغانستان میگه که ما توانایی زیری نداریم که از آقای داخلی خود یا از منابع خارجی دیگه بدیل برای کمک هایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و وابسته به او از طرف جامعه اروپایی و کشورها میشه بدیل ما نداریم. یک بدیلی که آقای کرزی خواست برای ملت افغانستان نشان بده همین سفر آخرش به هندوستان بود که در قسمت اسلحه بود، ویش ما کنار میگذاریم که اونا جواب منفی دادن راجع به دادن سلاح ثقیل و غیره و غیره. اما در پالوی از او البته گفتن ما کمک های اقتصادی خود را دوام میتیم. فراموش نکنیم که با این حجم کلان کمک های که افغانستان ضرورت داره برای پیشبرد پروژه های خود در سایه اقتصادی و ملکی و غیره و غیره، هندوستان به هیچ وجه بدیل برای افغانستان نمیشه. شاید آقای کرزی و یا تیم کاری از اوی فکر کنند که خب با به دست آوردن همکاری های منطقوی هندوستان و چین و تا اندازه حتی پاکستان و بعضی کشورهای عربی، خب فکر ایش نمی کنم که زیاد کمک کنند، توسط نام میتونم ولو که ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج شود بخش نظامی شه کنار بانیم، امنیتی شه کنار بانیم، تنها در بخش اقتصادی هیچ امکان نداره که او کشورها با این پروژه هایی که افغانستان ضرورت داره برای بازسازی خود و برای داخل شدن در مرحله تکاف یا جهش اقتصادی برای رسیدن به او این کمک ها بتانه بلیل شود. از او خاطر است که ما باید طرفدار عزیزتون. پس آقای فرهنگ، به نحو دیگر فکر اقتصادی در حکومت افغانستان چندان قوی نیست، ورنه سبک سنگین میکردن این مسائل را. من امروز تصادفی با یک شخص که از جمله مسئولین کلان دولت افغانستان شمرده میشه صحبت میکردم راجع به یک موضوع که موضوع تجارتی و صادرات ما بود، واردات ما بود. سر از این صحبت میکردیم و این قرارداد ترانزیتی که ما با پاکستان داریم که اینم وقتی که ما وزیر تجارت بودم که ایره شروع کرده بیم تا به امروز اون نتیجه نداده که 7-8 سال از او تیر شده. امروز او صحبت میکردم، او برای ما بسیار به کمال تاسف گفت که ما بسیار پیشنهادها داشتیم که میتونستیم که این نظمی پروژه ترانزیتی از راه پاکستان که نزدیکترین و آسانترین راه برای صادرات و واردات ما است استفاده کنیم، اما هر باری که میخواستیم که وسایلی که ما به دست داریم به کار ببریم برای آقای کرزی میگفتیم که اینی کار را باید ما انجام بدیم تا طرف مقابل هم زیر فشار بیاریم، میگفت اوش کنین یک حرکتی نکنین که در روابط بین افغانستان و پاکستان کوچکترین خدشه وارد نشه که ما زیر فشار مسائل دهشت افغانی و دیگه و دیگه هستیم. یعنی حکومت افغانستان در مقابل تمام این چیزها بسیار از اقالت غیر انفعالی کار گرفته، یعنی خود پس گرفته، خود پس کشیده، در حالی که طرف مقابل همیشه با حالت تعرضی به سر ما پیش آمده. این حال از این خاطر است که اگر ما امیالم در این مسئله که فعلا مورد بحث است که 50% دنا چیره کم کردن، کمک های خود کم میخواین بکنن یا کردن یا تصویب کردن، هنوز درست معلوم نیست که پس به زگرای پس پر میکنن یا نمیکنن. در اینجا که وقتی که ما شما ببینیم باز هم میبینیم که در حقیقت یک جنگ دو جانبه است، جنگ بین دو شخص است، اما میگم ادامه میکنم جنگ بین آقای اوباما و آقای کرزی است و قربانی از این ملت افغانستان میشه. راه وجود داره، تمام دنیای مشکلات تیر کردن، هر کشور سر منافع خود استاد میشه، اما در پالوی از او بدیل میته. این طور آدم نمیتونه در مذاکرات سیاسی و اقتصادی که دو سر ریسمان کش کنه که به طرف دیگه تا یکی از وسطی بسکله. از او خاطر است که راه ها وجود داره، اما متاسفانه که زعبانتی ما ای به این راه هایش قدم نمیگذارن و به یک خیر سری و اینا مواجه شدن که صدمهش نه تنها بره نسل امروزی بلکه به نسل های آینده افغانستان هم برسه. آقای رحمانی، امین یک هفته پیش مجلس بودجه 93 را تصویب کرد. حالا این سوال را به نحو دیگری مطرح بکنم که تدبیر شما دیدین در این بودجه
برای اینکه دولت افغانستان خودکفا شود و به لحاظ اقتصادی و بتوان اگر روز این کمک ها متوقف میشه خب پاسخ بده برای مردم افغانستان؟ من فکر میکنم که آنچه که ما در مجلس دیدیم یک کاهش شدید در کسری بودجه، شدید در بودجه 93 بود و این خودش یک هشدار است. برغم اینکه سقف بودجه تصور می است که با همو وعده که آمریکایی ها در توکیو داده بودند که سالانه 2.19 میلیارد دلار اونا تا 2017 به افغانستان کمک میکنن، این بودجه بر اساس همو در واقع حمایت عمده بین المللی نوشته شده بود، باز هم روی این قضیه وقتی ما نگاه بکنیم ما یک کاهش قابل توجهی در بودجه و کسری بودجه را شاهد بودیم. واقعیتی است که امروز ما مردم افغانستان با اینمی کاهش 50% یک سیلی محکم به صورتشان خورده شد و به یک نوعی یک صدای بلند شد که مردم افغانستان در نتیجه به تدبیری های حاکمیت و شخص ریاست محترم جمهوری امروز شاهد یه هستند که 50% در کمک های ایالات متحده کاهش میاد در بخش غیر نظامی، نهادهای امداد رسان بین المللی بود، بودجه عادی دولت افغانستان که عمدتا از همین وجه اشباه میشه و بودجه انکشافیش در بخش ها و سکتورهای مختلف تحت تاثیر قرار میگیره. این نشان دهنده ازی است که ما حداقل در درون همین بودجه تدبیر بسیار جدی نداشتیم. یک نقطه که بسیار دو نقطه، یعنی نقطه است که برای اقتصادی تکیگاه اساسی دولت افغانستان بوده، یک بحث عواید که از ناحیه معادن پیش بینی شده بود که در طی سالهای آینده باید بالا و بالاتر بره، و دوم عوایدی که ما از صادرات خود و از واردات خود میتونیم داشته باشیم از درک از طرق وزارت مالیه، بخش عواید و گمرکات و مالیه که بسته میشه روی درآمدهای مردم افغانستان و ملت افغانستان. ما در بخش سکتور معادن شما میدانید که اعلامی که وزارت معادن افغانستان کردی بود که ما 40% عواید سکتور بخش معادن به خاطر نپرداختن و اجرای نشدن قراردادها و نپرداختن کسانی که طرف قرارداد بودن، ما شاهد یک کاهش یک چیز حدود 40% هستیم که البته در مجموع اگر 100% می عواید باشه بازم نمیتونه که بالاخره یک چیز قابل توجه در زمینه به هر حال بدیل شدن این کاهش 50% باشه. این یک بحث است. بحث دوم، شما وقتی که نرخ اقتصادی در کشور و رشد اقتصادی پایین میآید و ما شاهد یک کاهش 50% در کمک یک کشور بسیار جدی که مورد حمایتش در طول حداقل 12-13 سال گذشته بودیم، شما میدانید که اینجا ما غیر مستقیم جامعه آسیب میبینه، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، طبعا این بر قدرت واردات و عوایدی که از این نقطه حاصل میشه و بر قدرت صادرات ملی تاثیر میگذاره و در او بخش ما شاهد بسیار جدی در سطوع عوایدی که از راه گذر واردات و صادرات میاریم. بنابراین من فکر نمی کنم که یعنی در درون حاکمیت و در سطح دستگاه مالی کشور مثلا وزارت مالیه و دستگاه مالی کشور یک تدابیر احتیاطی پیش بینی شده باشه. مثلا باری آقای کرزی مطرح کرد که 7 میلیارد دلار چیزی در همین حدود در خزانه دولت است، اگر 2014 این خارجی ها برن مردم افغانستان حالا 7 میوه به قول ایشان و پلو میخورن. ما آقای رئیس جمهور اگر به عنوان زعیم یک ملت احترام کنیم در بخش سیاست که به نظر من نمره خوبی نمیگیره در بخش سیاست گذاری ها، حداقل دیگه این قبول داریم که اقتصاددان خوبی نیست، ایشان لیسانسشون در بخش اقتصاد نبوده. فکر میکنم یک سری حرفای رو مطرح کرد که برای هیچ آدم عاقل قابل قبول نبود. ما کل بودجه ذخیره ارزی که داریم 6 یا 7 میلیارد دلار است. این 6 یا 7 میلیارد دلار شاید با این میشه یک شاید سال ما بشانیم یک سال ما پلو بخوریم، ولی آینده ملت چیکار میشه؟ شما قرار نیست رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور سال 92 یا 93 باشه، قرار هست که با تدابیری که به عنوان زعیم یک ملت میکنه و کرده حداقل 50 سال دیگه یا 100 سال دیگه ما بالاخره تاثیر بپذیره. ببینید تمام تصمیم گیری هایی که امروز صورت میگیره حداقل بر 20 سال، بر 40 سال، بر 50 سال آینده افغانستان تاثیر میگذاره و ایشان رئیس جمهور فقط اینمی جمعیت 29-30 میلیونی موجود در افغانستان نیست، بلکه رئیس جمهور بالاخره هست که یک تاریخ رو باید بسازه. بنابراین من بسیار واضح میتونم بگم، شاید درک من ناقص است، عاجز است، که واقع قضیه است که سیاست گذاران ما در بخش سیاست مالی کشور و شخص رئیس جمهور و حاکمیت و اصولا دولت افغانستان تدابیر احتیاطی را در این قضیه پیش بینی نکردند و اگر هم پیش بینی بکنند با توجه به
کاهش و کسری بودجه که به طور طبیعی ناشی از وضعیت اقتصادی خراب افغانستان است و یک جامعه فقیر و بیکار و آفت زده، من فکر نمی‌کنم اصلا بخشی وجود داشته باشه، زمینه وجود داشته باشه تا ما بتونیم که یک جبیره را برای 50% کاهش کمک‌های آمریکا در حوزه به هر حال غیر نظامی داشته باشیم. بنابراین آنچه که من میتونم خدمت شما بگم این است که این کاهش به شدت زندگی مردم افغانستان، روی زندگی عادی مردم افغانستان تاثیر میگذاره، فقر را بیشتر میکنه، نرخ بیکاری را بالاتر میبره و همچنین فعالیت های دولت افغانستان را در بخش های مختلف تحت تاثیر قرار میده. و البته آنچه که بالاخره اگر بخوایم به پیامدهای قضیه توجه بکنیم، این که انمی شکاف و رخنه ای که میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان به وجود میاد بیشتر میشه. آقای فرهنگ، شما معتقد هستین که آقای کرزی با رفتنش باک فردا هم نداره که چه به سر وضعیت اقتصادی افغانستان میایه و چه به لحاظ اقتصادی؟ اینکه آقای کرزی برای آینده فکر میکنه یا نمیکنه سر مشکل است که ما ایره اینجا نفی کنیم یا تایید بکنیم، اما یک چیز، یک اصل در حکومت داری، یک اصل وجود داره ایست که در نظام های جمهوری وقتی که دوره کار یک نفر خلاص میشه او باید است که یک میراث بسیار خوب و سالم نسبی برای زعامت آینده بگذاره، نه ای که همه چیز تخریب کنه برای زو بگذاره با سو ترکو مثل که در افغانستان در 40 سال بوده. متاسفانه که فعلا وضع امنیتی، وضع اقتصادی، وضع سیاسی هر سه بعد جامعه افغانستان به حالت تخریب شدن است و هر روز میبینیم خرابتر میشه و ایرا سه ماه بعد یا چهار ماه بعد یا پنج ماه بعد یک زعامت نو به میراث میگیره. اینا رو پیشتر ما و شما یک نقطه یاد شد که این مسئله 7 میلیارد دلار کمک بود که شما شاید بتانیم یک سال یک نیم سال پلاو بخوریم، بعد از او باز پس به طرف نان خشک یا حتی به طرف علف رجوع کنیم. شما ببینین قطع نظر از دیگه چیزا، یک قدر معلومات آقای کرزی و اطرافیانش در این مسائل اقتصادی ضعیف است، حتی به شمول همون کسانی که سیاست اقتصادی افغانستان گرفته بودند و امروز حتی از کاندیدای ریاست جمهوری گفته میشن، حتی یک قدر کجا بود که این 7 میلیارد دلار به افغانستان داره به جمله هیچ است، مثل که در جیب یک آدم یک پنج روپیه باشه برای یک مملکت. کشورهای دیگه رقم ایران، پاکستان که در همسایگی ماستند، اینها به صدها میلیارد دارند اما او رو دست نمیزنند، برای اینکه به روزهایی می باشه که یک دفعه یک بحران در جهان می آید که باز هیچ چاره دیگه نیست از او باید استفاده کنه، نه برای اینکه به پیسی تو را که میاری نمیگیرم قار میکنم، سرت قار هستم، این پیسی خودم مصرف میکنم، باز خلاص شد با من قرض نیست. آقای کرزی اتو یک سیاست گرفته، این باید تجدید نظر کو سرش کنه، این باید سر فشار بیارن که از این مسائل بگذره. ما در زندگی سیاسی خود در داخل دستگاه اداری افغانستان بارها به صدها مجلس اقتصادی برای آقای کرزی یک تعداد داشتیم، معلومات وجود نداشت، یک پیپر تیار نمیشد، پیشوی آقای کرزی مانده نمیشد، یک موضوع یک سرش بحث میشد، شد پروگرام تیار شده بود سر این موضوع ما بحث میکنیم، یک دفعه نظر به عدم معلومات که حتی دفتر برش داد، دفتر خودش برش نمیداد، بس به یک سمت دیگه میرفت که عقیق گونه کاری صورت نمیگیره، تو کار امکابای سرش با صحبت میکردیم و هم فراموش میشد و این تا به امروز دوام داره، این باید تغییر کنه. نتیجهش این است که این 50% لاقل در این درصد کاهش آمده. 50% خب اینجا یک کمی افاقی بگویم، 50% تنها ما مسئولش نیستیم، یه خود یک جنگ زرگری است که بین طرفین است که توسط از او یکی دیگه میخواین انتقام گیری بکنن، من به عنوان یک ابزار باشه سوی آمریکا برای فشار وارد کردن، بدون شک بلی. بدون شک، اما یگان وقت میتونه که ابزار برای فشاردن فشار دفعه جدی شود. در عراق هم کار نشد، در بعضی کشورهای دیگه هم شده، در تاریخ دنیا که شما ببینید این کارا زیاد شده، یک کشور یک دفعه پای خود پس کشید و خود تباه کرد. اگر کوتاه در یک جمله بفرمایید که راه چاره چی است؟ راه چاره همین است که اولین کاری که میکنند شرایط برابر بسازند، همین پیمان امنیتی را امضا کنند، این یک آرامش روحی بر ملت میاره، آینده را امیدوار میسازه، مردم را به حرکت میاره، پس آهسته آهسته میتونه که یک حالت خوب به امر ایز آمد امر زعامت آینده افغانستان ایجاد کنه. آقای رحمانی، کوتاه بفرمایید که شما چه پیشنهاد دارین برای گذشتن از این مرحله؟ واقعا این که پیشنهاد اقتصادی باشه، یعنی یک تئوری اقتصادی باید بدین، یک نظریه اقتصادی، اون محتاج تحمل تفکر اقتصاددانان کشور هست که در اطراف رئیس جمهور نیستن. من موافق هستم با جناب وزیر صاحب که اونجا هیچ آدمی بسیار جدی وجود نداره که رئیس جمهور حداقل در روشنایی قرار بده، و من موافق هستم که باید کشور به سمت آرامش حرکت بکنه. امروز با توجه به این اختلافاتی که افغانستان با مهمترین حامی بین المللی خود داره بر سر پیمان امنیتی، امروز نرخ امید
کووید کاهش پیدا کرده، امروز وضعیت بازار و وضعیت خرید و فروش کاملا استاپ است، اقتصاد کشور آسیب دیده. فکر میکنم حداقل ایجاد یک دیپلماسی متعادل با جامعه بین المللی و با برخی از همسایگان افغانستان میتونه که کمک بکنه، ولی واقعی قضیه است که هنوز حداقل من نمیفهمم که یک راه بسیار جدی حل کاهش کمک 50% ایالات متحده چی است و در کجا است. سپاسگزارم عارف رحمانی عضو مجلس نمایندگان و امین فرهنگ تحلیلگر مسائل اقتصادی، ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. یکی از قربانیان حمله تروریستی دیروز در جنوب بیروت به نام ماریا جوهری در آخرین گفته‌هایش مرگ خودش را در چهارمین انفجار تروریستی در این شهر پیش بینی کرده بود. وبسایت آسیا نیوز نوشت ماریا جوهری پس از انفجار سوم در خیابان العریض بیروت در صفحه فیسبوکش نوشت این سومین انفجار است و نمیدانم شاید در چهارمین انفجار کشته شوم. احساس غم‌انگیزی دارم. مادر این دختر لبنانی با انتشار تصاویر وی گفته میخواستم عروسی تو را ببینم. ماریا تو شهید شدی. انفجار تروریستی دیروز در منطقه هارهریک در جنوب بیروت 4 کشته و 46 مجروح بر جا گذاشت. حدود یک ماه پیش نیز انفجار تروریستی دیگری در همین منطقه در خیابان العریض روی داده بود.